نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أول نقطة أول شرح ما يكون كي تصوري كون از نظر القرآن الكريم در چند نقطة خلاصة میشه. قرآن الكريم در باره جهان بینی بطور زیل و در نکات زیل عمدتا صحبت کرده که در نکات زیل او را ما بیان میکنیم. اول این که الله جل جلاله خالق این کون است همه و خالق انسان است و خالق همه اشیاء است که انسان از او استفاده میکنه در این دنیا. نکته دوم یا با که الله جل جلاله وقتی که خالق ای کون است مالک ای مخلوقات هم است و حاکم و مدبر کارهایش است، یعنی یگانه ذات است که او مالک حقیقی مخلوقات است و حاکمش است و مدبر کارهایش است. نکته دیگه در جهان بینی از نظر قرآن کریم ای است که حاکمیت در این کون در این دنیا غیر از الله جل جلاله به هیچ کسی نیست، این مخصوص برای الله جل جلاله است. اما جایی که ما قوانین زندگی را تیار میکنیم و در اونجا ما تعلیمات روشن از قرآن کریم و حدیث نداریم، این هم احسان پروردگار است که به ما اجازه داده و به ما اذن داده. او به حکم از او است که در نهایت به الله جل جلاله منصوب میشه که شما زندگی خود را قانونمند کنید، زندگی خود را منظم به پیش ببرید و به هیچ کسی امکان نداره غیر از الله جل جلاله که برش حق باشه که در حاکمیت حصه داشته باشه. یعنی حاکمیت مخصوصی الله جل جلاله است و همه حاکمیت جمله حاکمیت در دستهای بلا کیف سبحانه و تعالی است و در این دنیا کسیم نیست هیچ که نمی صفات را داشته باشه و به یا به این سلطه برسه. الله جل جلاله بالای هر چی قاهر است و مسیطر است به همه چیز، علیم و داناست و منزه از هر عیب و خطا است. نکته دوم که حاکمیت الهی است، وقتی که بناءً به تصور از اینکه قرآن کریم گفته که حاکم حقیقی بر انسان نفس حاکم کون است، یعنی حاکم انسان حاکم کون است و حاکمیت در امور بشر فقط مخصوص به الله جل جلاله است و به هیچ قدرت و سلطه غیر از الله جل جلاله، چی بشری باشه و چی غیر بشری باشه، او امکان نداره که او حکم بکنه و حاکم باشه. البته در اینجا یک فرق طبیعتا هست در حاکمیت الله جل جلاله در نظام کون که ای با اعتراف کسی ضرورت نداره، تا این انسان هم
در جزء الى ارادیش در زندگی حکم الله جل جلاله را اطاعت میکنه، طوری که همه کون اطاعت الله جل جلاله را میکنه، از ذره گرفته تا نظام فلکی و همه مجموعات. و در جزء ارادی از حیات انسان، الله جل جلاله بخاطر امتحان خود بزور حکم از او بالایش تطبیق نمیکنه، بلکه مردم بر او دعوت میکنه از طریق کتابهای آسمانی وحی شده از نزد پروردگار و امو سلسله کتابها که آخریش قرآن کریم است، که انسان باید حاکمیت الله جل جلاله را تسلیم بکنه و طاعتش کنه با اراده خودشان. و این معنا در قرآن کریم در جوانب مختلف بسیار واضح بیان شده که یک ربی ای کون در حقیقت رب انسان است و مخلص نیست که ما فقط امور بر ربوبیت تسلیم کنیم. دو، این که حق حکم و قضا غیر از الله جل جلاله هیچ کسی حقش نداره و بالای انسان لازم است که اطاعتش کنه و عبادتش کنه و این راه صحیح و مسلک درست است. نکته دیگه همی است که فقط و فقط الله جل جلاله است که اصدار حکم را میکنه، چرا که او خالق است. الله جل جلاله میفرماید الا له الخلق والامر. نکته دیگه امی که الله جل جلاله که لایق ازی است که اصدار حکم از او باشه، صدور احکام از او جل جلاله، چرا که او مالک است، او پادشاه است، همه بدست از او است. الله جل جلاله میفرماید والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بعض در آخرش میفرماید که الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. يعني ما يفهمك الله جل جلاله يقينا پادشاهی آسمان ها و زمین برای از او است، فلهذا او که پادشاه است حقیقی از حاکمیت امرم اصدار احکام هم باید حقی از او باشه. و فقط الله جل جلاله است نقطه دیگه که حقیقت در می فهمه و در دست بلا کیفش هدایت صحیح است و او تحدید مسار درست را میکنه، یعنی رای درست را او میفهمه. انسان زیاد وقت یک حکم را صادر میکنه خوب باز عاقبتش نمیفهمه، باز پشیمان میشه، بعضی وقت یعنی به شکل جماعی یک تصمیم گرفته شوه خو او پشیمانی داره. خو الله جل جلاله است که ما کانو یا ما یکون را میفهمه و بسیار چیزا که ما او را با خود شر میبینیم و در حقیقت بخیر ما میباشه و بسیار چیزا ما او را خیر میبینیم که او بشر ما میباشه. الله جل جلاله به اشاره میکنه که وعسان تکرهو شیئا و هو خیر لکم وعسان تحبو شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. نکته سیوم حاکمیت قانونی الله جل جلاله است و معنی ازی است که طاعت باید خالص برای الله جل جلاله باشه و تابیداری قانونی الله جل جلاله باید باشه، یعنی و حرام است باید کسی که این قانون را ترک بکنه و قوانین دیگر را پابندی بکنه و دیگر خواهشات را پیش کنه
بقانون الله جل جلاله. درست است، ما در ترافیک مثلا قانون نداریم چی با ما اجازه میده که ما برای خود نظام جور کنیم، قانون جور کنیم. درست است، لیکن در جایی که قانون الله است و ما او را ترک میکنیم، دیگر میگیریم ای جواز نداره. الله جل جلاله میفرماید، یا مثلا ما قانون زراعت را، قانون هوان وردی را جور میکنیم و مشکلات نداره، یعنی باید جور کنیم. چرا که در قرآن کریم و در شریعت امی خطوط اساسی بیان شده که او مصالح عام امت است، مصالح عام انسان هاست، باید از او مثلا شورایت باید باشه، حاکمیت باید دست مسلمان باشه. چرا که ای حیثیت چی را داره؟ در از نظر اسلام دولت به چیزی فکر جور میشه، معنی ای که یک کسی از یک وطن نباشه، از یک کشور نباشه، چی قسم بالای از او کشور حکم فرما، حکمش چی باشه، جاری باشه، او حق نداره که حکمش به او مردم جاری باشه. از این خاطر و باید با رضایت و خوشی مردم باشه این حکام و این دولت و این حکومت. این همی خطوط اساسی است، مصلحت عام، شورایت، استبداد نباشه و سیادت و حکیمیت قانون الله جل جلاله باشه. در جایی که او به تفصیل بیان شده، به تفصیل پذیرفته شوه. در جایی که اجمالا بیان شده، اجمالا پذیرفته شوه. و در جایی که متروک باشه با ما و از طرف الله جل جلاله، مثلا زراعت تو چی قسم، چی را ما بکاریم، چی را ما نکاریم، یعنی چی را کشت کنیم، چی را کشت نکنیم، و ایرا دولت و مردم تنظیم میکنه، مشکلات نداره. لیکن در جایی که مثلا جزاهای تعزیری است، اونجا او مفوض با حکام است که دولت اسلامی در اونجا تصمیم میگیره بخاطر با ملاحظه مصلحت مردم و که چی در چی مصلحت است. و در جایی که قانون الله باشه، مثلا در احوال شخصی، در میراث، در نکاح، که نمی از خانم ها برایتان جایز است، نمی خانم ها برایتان جایز نیست، میراث از این حق است، از این حق نیست، در میراث فلان و فلان حق داره و فلان و فلان اینقدر حصایش است، اینمی کلگی بیان شده، بعد از این تجاوز نکنیم. از در خوراک مثلا این چیزا، مردار سرتان حرام است، موقوزه و مترددیه و نطیحه ای برایتان بالایتان حرام است، خنزیر برایتان حرام است، خون برای بالایتان حرام است. در اون آیاتی که به تفصیل بیان شده، حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر الآیه، و یا بمو که او خود مرده باشه، مثلا به او نام ذکر الله جل جلاله نشده باشه، او هم دمی قاتمه، دمی قطارمه. فلهذا در اونجا که به تفصیل بیان شده، باز ضرور است که ما او را به تفصیل بپذیریم و قانون ما امو باشه و در روشنی ازو باشه و در جایی که اجمال باشه او را با اجمال قبول میکنیم. این خطوط اساسی است، مثلا در نظام سیاسی اسلام اجمالا بیان شده که ما مثلا سیادت از الله باشه، قانون از الله باشه و شورا باید باشه، دیکتاتوری نباشه، بر رضایت مردم باشه. یعنی در نظام اسلامی حکم الله بالای مردم و بفایده و مصلحت مردم ای تطبیق میشه. الله جل جلاله در قرآن کریم میفرمایه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص. در دیگه جای میفرمایه قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرت لان اکون اول المسلمین. جاي ديگه مي فرمايا ده سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الأعراف. در دیگه جمعی فرمای الله جل جلاله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وسورة مائدة يفهم هم آيات هذا السورة مائدة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم إن رمي هم آيات ها إني بترجمة شما خمي فهمي الحمد لله ضرورت نیست همی بیان شده که قانونی الله جل جلاله باید احترام گذاشته شوه امو باید تطبیق باشه در مقابل از او دیگه هر قانون که باشه او باید زیر پا شوه نه قانونی الله جل جلاله با نکته چهارم میرسیم که نکته جایگاه رسول صلی الله علیه وسلم یا به تعبیر عربی منزلت الرسول صلی الله علیه وسلم این همی قانون که در آیات های پیش بیان شده و که ما باید مطابعتش بکنیم و به مو رفتار بکنیم دیگه وسیله نیست که انسان به او احکام برسه غیر از این که از طریق رسول الله باشه فقط این یگانه شخصی است که احکام الله جل جلاله و شریعت الله جل جلاله را برای بشر میرسانه و او واحد شخص است که او را تفسیر میکنه و شرحش میکنه با قول و فعلش طبعا اگر دیگه کس چی میکنه او قانون چی نمیشته او اجتهاد پنداشته میشه لیکن تفسير رسول صلى الله عليه وسلم وشرح رسول صلى الله عليه وسلم بقرآن الكريم و بالكل جزء زمواس ومو شرح قانون بندشتا ميشا ومو تفسير قانون بندشتا ميشا ومنابري پس طاعتش عين طاعت الله جل جلاله واس ويكي الله جل جلاله ذات الله جل جلاله خدش امر كذا بقبول اوامره رسول کریم صلی الله علیه و سلم و امر کده با قبولی ای که ما اجتناب کنیم از نواهی که رسول صلی الله علیه و سلم از او نهی کرده و ما بدون نقاش و بدون مناقشه با او تسلیم شویم و الله جل جلاله به می معنا می فرمایه که مردم تا وقت مؤمن نمیشه تا که رسول الله صلی الله علیه و سلم را در بین خود در مو اختلافات که در بین شان واقع میشه او را حاکم نپذیره و حاکم نگردانه و باز با فیصله ازوم تسلیم باشه وقتی که او فیصله بکنه و در دلش چیزی نگرده یعنی عام و تام رضایت داشته باشه الله جل جلاله چندین جای الله جل جلاله ایرا بیان کرده که ما بعضی از آیت ها از جمله اشاره میکنیم الله جل جلاله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا جاي دیگه می فرمای یہ ہم در سوره النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ودا سوره الحشر دا سوره ايات حفظت می فرمای وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب و ده سوره النساء در دیگه جمعی فرمایه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما ای درباره منزله رسول کریم صلی الله علیه و